خیلی خیلی خوش اومدین واقعا. زحمت بفرمایید. خواهش می‌کنم بفرمایید. بفرمایید. خواهش. ای بابا بفرمایید. خیلی خوش اومدین. زحمت کشیدین. فکر کنم خونه خودشه. بفرمایید. شرمنده به خدای وقت شب مزاحمتون شدیم. جدا بابا این حرفا چیه عزیزم؟ خونه خودتونه. خوبه کردین اومدین. من و مامانم همش خونه تنهایی. راست میگه. آقا چنگیز که مدام تو آژانسه، مونو هم که میره تو اون اتاق در رو خودش میبنده و مشغول درس خوندنه. بچه‌م کنکوریه دیگه. چه جالب اتفاقا، ما هم یک لنگشو داریم اینا. فرشته. بله دختر کوچیک. سلامتی، سلامتی. سلامت باشی. خدا وقتی آقا چنگیز زنگ زد گفت شما دارین میاین، از خوشحالی پروبار داره بردیم. خیلی خوشحال شدیم. شرمنده ایم به خدا. خواهش میکنم تا شما یکم استراحت کنید، من میرم تو آشپزخونه که بساط شما آماده کنم. زود برمیگردم. حالا چرا زحمت میکشی؟ هرچی هست با هم دیگه میخوریم به خدا. خواهش. خدا کار خاصی نمیخوام بکنم. مگه شما چند نفرین؟ یه لقمه غذا میخوام بذارم، یکم بیشترش میکنم، همه دوره هم میخوریم. مونا جان تا من میرم تو آشپزخونه، شما بیاد چای رو بیار، الان دم میکشه. خواهش خدا بفرمایید. شرمنده نکن. آقا سمت خونه خودتو تعارف رو بذار کنارا. یا الله. بفرمایید. سلام جیت. بفرمایید. خدا ببخشید مزاحم شدم. خواهش میکنم مراحلی بفرمایید. سلام بفرمایید. خوش اومدید. سلام بفرمایید. سلام علیکم. سلام بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. بفرمایید. خیلی ببخشید. هم بفرمایید. سلامت باشید. اینا از کجا خبرتون شد؟ نمیدونم چقدر زیاده. گندم جون الهی برات بگردم. میدونم چه حالی داری. سلام. سلام. سلام قربونت برم. خدا به من زنگ زد. خیلی از دستتون دلخور شدم. یعنی ما انقدر غریبه این پاشدین اومدین اینجا؟ جمع کنیم بریم. جمع کنیم بریم فریبا جون. جمع کنیم. کجا جمع کنیم بریم خانم؟ اینجا اونجا نداری، اینجا خونه خودتونه. بفرمایید. تشریف داشته باشین. راست میگه. خوشحال میشیم دور هم باشیم. نه بابا زحمت نمیدیم خانم. آقا زحمت جمع کن بچه‌ها. چه زحمتی آقا، این حرفا کدومه؟ تشریف داشته باشین. میگم ما بریم مسافرخونه راحت تریم. شما هم به زحمت نمیدید. زحمت جون داریم ما رو چوب میزنه. چه حرفیه بابا؟ تشریف داشته. مگه ما مردیم تو مسافرخونه خونه خالی افتاد اونجا؟ آقا اینجا هم خونه خالیه. این حرفا کدومه؟ تشریف دارین الا؟ پس آقا زحمت هست ما با اجازه مرخص میشیم. آقا زحمت اینا اینجا تشریف دارن، شما هم رو چشم ما جا دارید. تشریف داشته باشین، دور هم یه لقمه غذا با هم میخوریم دیگه. آقا چنگیز گفتن بفرمایید. بفرمایید. تو خدا ببخشید آقا، شرمنده. آقا زمان تشریف داشتید. بفرمایید. بفرمایم خدمتتون. آقا زمان ببین چقدر خاطر تو و خانوادت میخواد. واسه خواستن تو دواز، واسه نخواستن ما افتیرکشیه. تازه دستگیرم میبندم به پاور. میبینی مسئوله، میبینی چه آدم خوبیه. تا فهمیدن چی شده بلند شدن شال و کلا کردن اومدن اینجا که ببینم مشکل آقا صمد چیه، براش حل کنم. من از دست تو چیکار کنم؟ این کارا چیه که میکنی؟ چیکار میکنم مگه؟ زنگ میزنی میگی 5 نفر مهمون داریم. بابا اینا که 15 نفرن. 15 نفر بیشترم بابا. خب من چه خاکی به سرم بکنم؟ هیچی تو خونه نداریم بابا. مهمون روزیشه با خودش بیاره. تازه هم اینا توقع ندارن سفره هفت رنگ براشون بچینی که هرچی شام داریم یه خورده اضافهش میکنیم دیگه. آقا چنگیز، مگه شما مرد این خونه نیستی؟ خب یک هفته است دارم بهت میگم برنجمون تموم شده از بس که پشت گوش اندازی. راست میگه حاج عیدن، خیلی پشت گوش میده. خیلی خوب حالا تو هم پیمونه برنج که دیگه داریم که. بابا چهار تا پیمونه چیه؟ یه دونه هم نداریم. برمون رفت پیش اینا. خیلی خوب، ولی ناراحت نکن خودتو. زنگ میزنیم چهار تا سیخ کباب میارم. چی میگی بابا؟ چهار تا سیخ کباب 60 نفر آدم؟ یادم. بفرمایید. سلام علیکم. بفرمایید. خیلی ببخشید، اصلا نمیدونستم اینا کجا خبردار شدن. بابا این حرفا چیه؟ شما قدمشون چش ما. بابا این حرفا چیه؟ یه لقمه غذا با هم میخوریم دیگه. شما اصلا خودتو ناراحت نکن، بالاخره یه لقمه نون پیدا میشه توی این خونه بخوریم. چنگیز هم الان زنگ میزنه چهار تا سیخ کبابم میاره. شما اصلا ناراحت نشو. چهار تا سیخ کبابو که فقط خودت میخوری ماما. به جان فریبرزم اگر بذارم کباب بگیری. نه بابا، شما همین که با روی باز این وقت شب ما رو تو خونتون راه دادی خودش یه عالم ارزش داره. نه تخم مرغ که داری همونو برم تو نیمرو میکنیم با نون و پیاز میخوریم. بابا این چه حرفی؟ تخم مرغ جواب نیست. نه 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 اصلا آقا چنگیز میدونی چیه؟ شما این چایی ها رو بعد برو بیرون پیش دوستات بشین، ما خانمه خودمون میدونیم چی کار کنیم. بفرما. باش هر جو شما راحتی. تخمه اونجاست. تخمه مرغ اونجاست. بعدم نگفتین ها گوجه هم تو یخچال داریم املتش میکنیم. ببخشید. ببخشید. کاری هست ما انجام بدیم. آره بودیم بابا بودیم. باعث زحمت همه بشیم. تخمه مرغ بشیم. تخمه مرغ بشیم. تخمه مرغ بشیم.
آقا سمت کجایی؟ آقا سمت با ما نیستی؟ چایی تو بردار. دستون درد بابا. قربون اون قدت برم، از لک بیرون بیا، از دست میری. چیزی نیست آسی، یه ذره فکرم مشغوله. ای بابا، مگه ما مردیم آقا سمت؟ بعد از شام بچه ها رو جمع میکنیم میریم خونه، طبقه بالا رو آماده کنیم برای عروس داماد. شما فعلا اونجا ساکن بشید تا مشکلت حل بشه دیگه. نه آقای ملکی، نمیشه. اونجا خونه نوعروسه، شگون نداره من گرفتار برم اونجا. ممنون. میخوام من برم دم بونگا فایلا رو چک کنم، یه خونه کوچیک نقلی براتون پیدا کنم. لازم نکرده. دوباره بابات میفهمه اینجوری دوباره حالا خون بالا خونمون میکنه. بابا این حرفا واسه چیه؟ اینجا جا واسه همه هست. آقا صمد هم با زن و بچه میتونه تا هر وقت دلش خواست اینجا بمونه. قدمش رو چشمه. بله، مشکل این مرد باید ریشه‌ای حل بشه. حدس بزنید که چقدر نیاز داره تا بتونه بره خونه جدید؟ چقدر؟ 40 میلیون. اوه، 40 میلیون؟ بنده خدا که نداره که. سینا دست شما درد نکنه، ولی من واقعا توقع از کسی ندارم تو این شرایط برای من پول جور بکنه. من خودم مشکل خودم رو حل میکنم. ممنون. حل میشه انشالله. صمد جان از این ستون به اون ستون فرجه. من نگران تو همینقدر داری فکر میکنی، فردا خدایی نکرده سکته میکنی، پس میافتی. بابا بیا بیرون از این حال. خب راست میگن دیگه. این روزنامه ها رو بخونی، هر روز تو صفحه حوادث نوشته که چند نفر مردن. مادر جان خودت میگی صفحه حوادث، صفحه ترحیم نیست که خود به خود بمیرن، باید بالاخره چاقوی چیزی بخورن. آقا جون منو از پشت با خنجر زدن. کی؟ بابا این شازده. فری بازون دیگه، حالا اینقدر در مورد بابای من بعد حرف نزن. خب چجوری دوست داری حرف بزنم؟ آقا الان تکلیفتو جلوی اینا روشن کنو، بالاخره با مایی یا با باباتی. بابا از این حال روز بیا بیرون فریبر جان. این بنده خدا اینجا این غمگینه، داغونه. عوض این که ما اینجا دوره هم جمع شدیم اینو شادش کنیم، از این حال بیرون بیاریم. داریم نمک رو زخمش بپاشیم. بابا بزنیم بخونیم. حال بگله. خیلی خوب آقا سیفی، بچه رو معطلی اون صدقه شنگر ول کن بیار. بریم آقا. شاعر میگه آقا صمد خودش خوب میدونه بیرون مونده از تو خونه، بیرون آوردیم آوردیمش تو اوی خونه، آوردیمش تو اوی خونه، بشین و پاشو کار بکن، ما را تو شادان بکن، وابو وابو بوم وابابم و میاد بقید حالی بکن، بزد و خود حالی بکن، بزن و خوشحالی بکن، بیرون آوردیم آوردیمش توی خونه، وای وای کن، بزن و خوشحالی بکن، بزن و خوشحالی بکن، بیرون آوردیم آوردیمش توی خونه. ای وای خدا مرگم بده. گندم تو چی شده؟ چرا داری گریه میکنی؟ هیچی، گریم از خوشحالیه. راستش امروز تو اون ساخته بودیم کار فکر کردم که با این همه اساس و برو بندی با این بچه ها کجا دیگه باید بریم، در خونه کیه باید بزنیم. خیلی احساس تنهایی کردم، فکر کردم دیگه بی کس و کارم، اما حالا این همه آدم برای ما جمع شده. تو خود خودتو ناراحت نکن، شما مهمون مایی، ما همه دوستتون داریم، بعدش هم اینجا خونه خودتونه، راحت باشین. این فکرها چیه میکنی؟ دلم قرص شد. مامان بی بیرون بگو چه خبر. این آقا سیناه مثل یه قورباغه‌ای بالا پایی میپره. خیلی بامزه. داری گریه میکنی؟ نه بابا، داشت اینجا پیاز خورد میکرد. یه بهش میگم دست به پیاز نزن، چشماتو اذیت میکنه. داشت پیاز خورد میکرد. پیازه کن. پیازا رو ریختم تو غذا. ریختی تو غذا؟ پا نه پا. رنده کردم ریختم تو چشام. ببخشید یه لحظه. بله آقا. ملکی این آقا سلام علیکم، حال شما؟ بفهمید داخل داره دیگه. رو راسته، برای اینکه با همه رو راسته. ببخشید کیوان جون، یکی دارم در باد کار می‌کنم. عمر بله از این حالت اومدی بیرون.
شنگیز جون رو برم تو حیات خلوت تو. آره عزیزم از همین دره بغل برو. خونه تو از سرما نخوری. سلام. سلام ماما. خوبی مادر؟ آره خوبم. چیه دنبال چه میگردی؟ تو کجاست؟ کی؟ بابا دیگه مامان من خواهش میکنم من تو این شرایط نمیتونم این خانواده رو تنها بذارم. بابا نگران نباش من تنها اومدم. خب شما رو فرستاده منو ببرین دیگه. نه من خودم اومدم. انقدر از سر شب دلم شور گند و مینار زد دیگه نتونستم اصلا طاقت بیارم. کیوان خوبه تو رو از خونه بیرون پرت نکردم. فریبرز گفت من جزء اعضای خانواده شونم. ای الهی بمیرم الان خیلی ناراحتم. نه از اینکه من جزء خانواده شونم. نه بابا به خاطر خونه میگم. داغون سمد آقا شده میت. بنده خدا داره سکته میکنه. حالا داره. حالا بریم تو بریم تو مامان. من روم نمیشه کیوان. چرا رو نمیشه؟ این کاری که بابات کرده من چجوری تو چشه اینا نگاه بکنم؟ این قضا رو درست کردم. گفتم نکنی یه وقت خانم آقا چنگیز از طرابوشو نتونه از این بنده خدا خوب پذیرایی کنه تو ببر برشون. نه بابا رو شدن نداره. ما الاخ گندم خانم شما رو میبینه اتفاقا این ناراحتی در میاد رویش واسه بفهم بفهم. برو مامان برو. آقا چنگیز، سفره شما همیشه پر برکت باشه. من که اینقدر لوتی هستم روزی عواش ببرو سفره مادرم از گرسنگی میمیرم. بفرمایید، قابل شما رو بردارم. دست شما بفرمایید، قابل بفرمایید. به، 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 پامو در خروش آوردن. به، به، به. بابا لیوانه بده. لیوانه رو بده. سلام علیکم. سلام علیکم. سلام علیکم. با خواهش می‌کنم بفرمایید. سر خوش اومدید. بفرمایید تو رو خدا. سلام آقا صمد. حالتون خوبه؟ احوال شما؟ آقا سیروس هم میگفتی بیام ببینم. شرمنده به خدا عرض میکنم خدمتتون ببخشید. ای وای سلام خوشحالم. بفرمایید خواهش میکنم. بمیرم برات. تو رو خدا ما رو ببخش. من خیلی شرمندت شدم. خواهش میکنم دشمنت شرمنده باشه. این چه حرفیه میزنی؟ مگه تقصیر تو؟ خب آقا سیروس تصمیم گرفته خونش رو بکوبه دیگه. رو حرف ما به معمار قول داده. این چیه؟ یه خورده غذا درست کردم. چی بگم والا؟ به خدا از وقتی رفتی دل تو دلم نیست. به خودم گفتم پاشم بیام اقلا یه وقت کاری باری چیزی داشتی به من بگی دیگه. خود غذا درست کردم. گفتم نه اینکه ماشاءالله جمعیت زیاده و غذا کم نه. دست گل درد نکنه بفرمایید. خیلی ممنون. سلام علیکم. احوال شما خوب هستید؟ آه حالش ما چطوره؟ ببخشید تو خود من سر زده مزاحم شدم. بفرمایید. چه زحمت کشیدید. خیلی ممنونم. مواظب باشید. بفرمایید. ببخشید این تلفن بعد موقع زنگ زد درست این سر سفره من میرم بیرون زنگ میزنم. آقا صمد کیه؟ با من کار دارم. شما غذاتون رو بفرمایید. معلوم بشه. ببخشید. بشقاباتون رو بدید براتون بکشم اینجا. تا سرد نشه. الو خانم دلشاد. سلام آقای قیصری هیچ معلوم هست شما کجایی؟ خانم دلشاد تمنا میکنم خودتون رو ناراحت نکنی. چیزی نشده که. چطور چیزی نشده؟ شنیدم شما هم بزن بچه آواره شدین. کی به شما خبر داده؟ زنگ زدم آژانس حالتون رو بپرسم آقا بهرام گفت چی شده. شما خونه آقا چنگیزی؟ بله بله بله. ولی شما اصلا خودتون رو ناراحت نکنی. جای ما امنه. میخوای چی کار بکنین حالا؟ هیچی دیگه خانم دلشاد. باید من 40 میلیون پول جور کنم بدم به این یارو ساب ملک تا خونم رو تحویل بگیرم. توجه نمودی؟ 40 میلیون؟ آقای قیصری، آقای قیصری یه زحمت بکشید میای منو مدن ببرین بیمارستان. اصلا حالم خوب نیست. الان که نمیشه. اینم تو این موقعیت خانم دلشاد. خواهش میکنم آقای قیصری بیای منو بردارین ببرین بیمارستان. من اصلا حالم خوب نیست. شرمنده ام. باور بکنید من نمیتونم. البته میدونم شما خیلی به من لطف کردید ولی نمیتونم بیام من الان. آقا بس نکنید که بلند شو بیا دیگه. آقا بیا دیگه آقای قیصری بیا. تا قبل از اینکه اتفاق بدی بیفته من باید یه کاری بکنم.
آخه چیزه خود دیگه آخه نداره دیگه بیا خب اومد اینا خداحافظ الو بله آبجی خودتی؟ نه کریم باقری‌ام خب خودم هم دیگه چیه چی کار داری؟ من دمه در منتظرم حاضر شو بری نمیخواد تو برو من خودم آقای قیصری میام قیصری دیگه کیه؟ دوست دیگه آقا مرتضی تو ماشین باش قایم موشک میکردی برو برو من خودم میام خداحافظ کارت دارم بیا با چی شده؟ نمیدونم گندمی برو آماده شو بری کجا بری؟ خونه خانم دلشاد بچی؟ نمیدونم بنده خدا چش شده زنگ زده بود داشت گریهش میگرفت که نمیدونم حالم خوب نیست و تا اتفاقی نیفتاده بیای منو ببریم بیمارستان با بچی به تو زنگ زد؟ بابا جان زنگ زد آژانس دید ماشین ندارم به موبایل من زنگ زد آه. توجه نمودی؟ آره خانم خوبیه بنده خدا لطف بزرگم در حق ما کرده آره بابا پس من برم یه ندایی به بچه ها بدم آه فقط گندمک رفتی تو غیر از بچه ها به کسی نگو کجا میریم چرا؟ بابا به خاطر چنگیز دیگه یه موقع پیش خودش میگه معلوم نیست اینا چه سرسری دارن که خانم نصف شب به زنگ میزنه بابا من دارم باهات میام دیگه کی میخواد حرف بزنه سری که درد نمیکنه دستمال نمیبندن کم توجه شدی گندمکا دیگه برو دیگه بگو میخوایم بریم پیش مجنون یه بار دیگه حرف بزنیم بالاخره باید بیای تو خدافظی کنی نه دیگه از قول من معذرت خواهی کن خدافظی بکن زشته نمیخوای خدافظی کنی گندمی تا اتفاقی نیفتاده خواهشم برو باشه میرم گندمی تو هم پیاده شو شاید لازم شد بریم بالا بیاریم بیا چش نه انگار حالش بهتره برو بشین سربا میخوریم بشین تو ماشین نمیخوام سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم شرمنده ببخشید مزاحم شما شدم اما دیگه چاره ای نداشتم شما حالتون خوبه مشکلی نداری مشکل دارم فراوون سلام خدا بد نده شما چرا زحمت کشیدین گندم جون خواهش می کنم کمک کن سوار شو بذارید من کمک کنم واسه تو بندازین مثلا مگه طوری نیستش که عموم طوری شده بردنش بیمارستان خدا رو شکر خدا رو شکر نه اگه عموم طوریش بشه که من بدبخت میشم گندم نه خدا نکنه منظورم که خدا رو شکر که شما سالمین ببرید 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 استدعا می کنم بفرمایید عجب روزگار عجیبی دیشب کجا بودیم و امشب کجایی دیشب خوشحال بودیم که وام درست شده و از فردا قراره بریم سر خونه زندگی خودمون امشب فهمیدیم که وام جور نشده و نمیدونیم کجا باید باشیم فردا همش تقصیر منه سمت گریه میکنی؟ نه چیز نیست
30 سال کار کردم، اونم با مدرک فوق دیپلم که البته ارزشش از لیسانس الان بیشتره. جون کندم که زن بچه‌م تو آراب میشو آسایش زدگی کنم. اما حالا تو این سن سال شدم خونه به دوش و اسیر خونه مردم. ولی نه، من فردا میرم پیش مجنون، خونه رو همینجوری به خودش میفروشم، با پولش یه خونه رهن میکنم، فریبا هم میفرستم خونه بخت. محال من بذارم. یعنی چی؟ این همه سال زحمت کشیدی، جون کندیم، یک قرون دوزار رو هم گذاشتیم تا این خونه شده این، و حالا میخوای بفروشیش؟ مگه من گذاشتم؟ با من بس نکن، توجه نمودی؟ من نمیتونم ببینم زن و بچه هم هر شب از گیر عبیر خونه یکی باشن. منم نمیتونم ببینم بعد از 30 سال کار کردن تمام حاصلش اینجوری به باد میره. من میگم بباره یه بار دیگه با این آقا مجنونه حرف بزن. من؟ نپه، بذار این عموی خانم دلشاد حالش خوب بشه اون بره. ای بابا، آدم نمید راحت ترین راه انتخاب کنه که مرد اونی که اینقدر زود تسلیم نشه. مرد اونی که به فکر زن بچهش باشه. همینی که گفتم میفروشمش. حالا ببین. آره. چیکار داری میکنی؟ کجا رفتی؟ گندو قهر نکن، بهت نمیاد. بی برو تو ماشین سربا میخوری. به جایی که اینقدر نگران من باشه، 2 سال برای حرف من ارزش قلش همین. چیه فریبرد؟ نه بابا، داریم حرف میزنیم، هنوز حرفمون تموم نشده. نگران نباشید، کارمون تموم شد میاییم. خداحافظ. با تو نیستم اگه گندو. بی برو تو ماشین سرما میخوری، سرد هوا. نمیام. خاکم سرم، چی شد؟ مرد؟ در شرفه. خب خدا رو شد. خدا رو شد گندم جون. خب عموی من طوری بشه که من کارخونم رو نمیتونم پس بگیرم. چیزی نمیتونم از برادرم بگیرم که من. ببخشید من نفهمیدم این قضیه عمو تو چه ربطی به کارخونه داره؟ قصهش درازه. این بابای خدا بیامرز من غیر از داداشش به هیچ کی اعتماد نداشت. قبل از مرگش کارخونه رو زد به نام برادرش، وصیت کرد هر وقت من ازدواج کردم به نام من برگردونه. خب دیگه اگه طوریش بشه که دیگه برگردوندنی در کار نیست، میره دیگه. آها، پس که اینطور. خب حالا که اینطوره هر چه زودتر بهتره شما ازدواج کنی. اینطوری هم به وصیت پدر خدا بیامرزتون عمل کردین، همین که کارخونه رو به دست آوردین با خیال راحت. چشم، همین شنبه صبح اول وقت. حرفا میزنی یا گندم جدا؟ از کجا بیارم؟ از تو آستینم؟ اونم تو این دور زمونه؟ منم که متارکه کرده اصلا چش ندارم هیچ مردی رو ببینم. نمیشه اصلا. آخه همه که مثل هم نمیشن که خواهر من. شما نگاه به خودت نکن آقا صمد. هر کی هم میاد واسه پول آدم میاد، هرچی پول بیشتر بهتر. بله درسته که یه عده برای پول میان، ولی خب اونایی هم که ظاهرا خیلی نجیب و خانواده دوستن، باطنشون خیلی خودرأین. من اگه میگم خونه رو بفروشیم واسه شماست، ولی اگه خودم بودم شبا تو کارتون لای لایدون پیش گربه ها میخوابیدم. ببین خانم دلشاد جون، ببین اگه من بد میگم بگو بد میگی. من میگم یه بار دیگه بیایم بریم با این مجنون حرف بزنیم، بهش بگیم ما که این همه پول دادیم، آخه انصافه به خاطر مازادش ما بیایم خونه رو از دست بدیم بفروشیم. گندم خانم، الان که جای این بحثا نیست بابا. خانم دلشاد به خاطر عموش ناراحته دیگه، نره رو اعصابش. من رفتم. کجا رفتی باز؟ میبینی؟ این بچه ها لج میکنه. نه لج چیه؟ نه گندم جو. گندم جو بیا. گندم جو. گندم، این کارا چیه داری میکنی؟ زشت جلوی خانم دلشاد. بیا برو تو ماشین بشین. التماس نکن نمیام. لج نکن گندم جو، بری بیا. میبینی چه بدبختی داریم ما؟ بیا برو تو ماشین. چرا این بچه ها لج کردن؟ آقا بلندشیم بیاین 3 نفری بریم در خونه همین مجنون عاقل چیه؟ بریم حرف بزنیم بریم بساز بفروش. برای چی خونه رو به شما تحویل نمیده؟ بریم. خب راست میگن دیگه، برای چی این بچه ها لج کردی؟ گوش بده به حرفشون، بریم سوار شیم. با همین تو ماشین میگفت دیگه، چرا ما رو تو سرما پیاده کرد؟
الو، معلوم هست تو کدوم گوری هستی؟ ای بابا، یه کار شد به تو واگذار کنیم درست انجام بدی؟ تو کار غلطم درست انجام نمیدی؟ بابا تموم شد رفت، اینا دارن عروسی میکنن، وقت تو خوب برای خود دلی میکنی؟ ای بابا، ببین، فردا اگه اینا عروسی کنن یه پاپاسی هم بهت نمیدن، نمیتونی هم برگردی، از اینجا رونده همونجا مونده، اگه قرار غلطی بکنی زودتر، داره دیر میشه، ای بابا. جایه؟ آره همینه، پلاک ده. خب حل میشه، اصلا ناراحت نباشین، من اینجا هستم. بخشی مدیه سعید زنم. کیه؟ ببخشید آقای مجنون تشریف دارن. شما؟ بفرمایید آقای قیصری. شما آقای قیصری هستین؟ این صدا به آقا میخوره؟ بنده همراه آقای قیصری هستم. بفرمایید. سلام و عرض ادب دارم خدمت سرکار علیه. ببخشید مزاحم شدیم. میشه به آقا مجنون بگی یه توکی پا بیان دم در؟ مجنون دم در کارت دارم. جلسه میگم یه وقتی اگر که یه حرفی زد نکنه اون وقت باهاش جربست کنی یکی بدو کنی دستم که دارم میگم جو. نه اصلا ما برای دعوا نیومدیم که، ما فقط برای یه گفتمان صمیمی اصلا. سلام علیکم. سلام علیکم مجنون، شب شما بخیر. خانواده خوبن، بچه ها خوبن. سلام علیکم آقای قیصری، شبونه لشکر کشیدی، چیزی میخواین؟ بله آقا، خوب خونه چه میخواد؟ البته ببخشید من خودم رو معرفی نکردم، شاد هستم، دلشاد، از دوستان خانوادگی آقای قیصری. ببینید خانم دلشاد، اگه اومدین اینجا برای پادرمیونی، از همین اول بهتون بگم هیچ فایده ای نداره. من امروز خدمت این آقا عرض کردم، الانم خدمت شماها عرض میکنم، ایشون تا پول خونه رو تمام و کمال پرداخت نکنن از کلید خونه خبری نیست. آخه مرد حسابی داری حرف زور میزنی دیگه، من که نباید خسارت گرون شدن مساله رو پرداخت کنم. تو باید ساختمون سر موعد تکمیل میکردی که هزینه سر به فلک نزنه. توجه نمودم مرد حسابی، تو مگه اقساط خونه تو سر تاریخ و سر موعد پرداخت کردی که از من توقع داری خونه رو سر موعد تحویلت بدم؟ آقا سبت اجازه بفرمایید، استدعا میکنم، اجازه بفرمایید. ببینید آقای محترم، این بندگان خدا در حال حاضر زندگیشون از هم پکیده، آواره هستن، هر اساسشون یه جای افتاده. شما که آقای محترمی، آقایی، درست فامیلید مجنونه اما عاقلی. الانم عاقلانه چی؟ سویچو میدی دست آقا صمد، در اولین فرصت پولتو میگیری. حل میشه؟ نمیشه. میشه. نمیشه. وقتی عرض میکنم میشه بگی چشم. نمیشه خانم محترم، نمیشه. چوب ندونم کاری ایشونو که بنده نباید بخورم. ایشون قبل از اینکه اساسو کول کنن با وانت بردارن بیارن تو اون ساختمون نیمه کاره، بعد فکر اینجا هاشو میکردن. ببخشید آقای مجنون، خواهش می‌کنم یه لحظه به حرف من گوش بدین. ما خانواده خیلی با آبروی هستیم. شوهر من 30 سال کار کرده، اونم با مدرک فوق دیپلم که البته ارزشش از لیسانس الان خیلی بیشتره. بلکه بالاتر. این همه سال زحمت کشته، جون کنده تا بلکه بتونه سر پیری یه سقفی برای من و بچه‌هاش درست بکنه. تو رو خدا این سقف از ما نگی. نگیر آقا، نگیر. ما قول میدیم اگه شده فرش زیر پامونم بفروشیم تا پول شما رو به حقوق بدیم. خواهر من، با حلوا حلوا کردن دهن شیرین نمیشه. من بازم عرض میکنم، من پول خونم رو تمام و کمال میگیرم و تحویلش میدم. بای کلام هم هستن که. سلام علیکم خانم، شب شما بخیر. آقا مجنون حالشون خوبه؟ ببخشی شما؟ لیلی هم، همسر مجنون. به چه زوج ادبی. ببینیم امشب ما میتونیم یه کار فرهنگی انجام بدیم. خیلی خیلی خوشحالم. تو که انقدر سنگدل نبودی، بیچاره‌ها این همه التماس کردن، کلیدو بهشون بده دیگه. خانم محترم، باز یه نفر اومد دم در با من کار داشت، شما پای FF گوش وایسادی. چند هزار بار بگم این کار زشته. زشت کار شماست، زن و بچه مردم تو خیابون موندن، اون وقت شما به فکر پولتی؟ دعوا زوج ادبی، مردم چی میگن؟ لیلی جو اصلا شما نرفتی به آقا؟ ماشاءالله چقدر با شعور، چقدر با فرهنگ، چقدر با کمالات. خدا خیرت بده لیلی خانم، خدا خیرت بده. شما کجا بودی تا حالا؟ کجا بودی؟ بالا بودم. مگه نگفتم کلیدو بهشون بده؟ بده دیگه، بدین دیگه، بدین، تمام کنین دیگه.
دیگه، فکر کردم نداره. باشه، حداقل یه چکی چیزی به من بدین، من بدونم دو روز دیگه به پولم میرسم. استدعا میکنم آقای قیصری، چک از خدمتش. من همه چکی ندارم. مطمئن داشتن اون؟ چک بدین. لطفا چک بنویسین. استدعا میکنم یه چک 40 میلیونی بنویسین در بچه آقا برای دو ماه. یک ماه آینده خانم. مگه نه قبول نمیکنه. نه دیگه دو ماه. بنده عرض کردم یک ماه. بنده عرض کردم دو ماه یک کلام. کوتو بیا. دو ماه تمومش می‌کنیم. اصلا هم نگران نباشید، ان شاءالله همه چی حل میشه. خانم گوشه من روی سفر شما دارم این کارو میکنم. استدام میکنم. بدین لطفا. شما خودت بدین. دست من. خدمت شما. خواهش می‌کنم. درسته؟ پس من هماهنگ میکنم با اوشن بری سر ساختمون اون کلیدو بگیرید. دستم درد مبارک. واقعا دست درد نکنه. ممنون هستم واقعا. متشکرم. نمیدونم چی بگم. خواهش میکنم آقا از شما. رفتن پس ما بریم دیگه. بفرمایید. بریم که دیگه خبر خوشو به بچه‌ها بدید. گندم چرا بریم؟ مگه شما نمیای با ما؟ یه من برم خونه یه استراحتی بکنم، فردا صبح دوباره برم پیش همونجا بیمارستان. خب بس بفرمایید بشینید، من گندم شما رو میرسونیم. صبح من اول وقت میام دنبالتون که ببرمتون بیمارستان. بفرمایید. اصرار میکنین هستم. چایی هم نخوردیم، حالا ببینیم تو راه جایی میتونیم چایی دی بیاریم. سیروسم، بچه های ما اونجا؟ سلام آقا سیروس، بفرمین تو، جمعه اون جمعه. چنگیز جان، حوصله مهمونی ندارم، قربونت بهشون بگو بیام پایی. باشه رو چشم، الان میگم بیا. شما دست کیوانو بگیر بابا، تو با خودم باهاش صحبت میکنم. نه داداش، من این سیروس رو نمیشناسی، باز یه چیزی میگه وقت با هم دعواتون میشه ها. اتفاقا منم منتظرم با هم سرشاخ شیم، یه بسکش یه ضربه بره پی کارش. حوصله داری داداشا؟ بریم کیوان. ماما من نمیام. چرا؟ خب نمیام دیگه، من با هزار جور زور و زحمت رابطه‌ام با این خانواده خوب شد، الان هم شدم جزء خانواده اینا. حالا اگه بذارم برم میگه این پسر سینایی تا آخرش وایسادین کیوانو ول کرد رفت. لازم نکرده، شما تا حالش هم زیادی وایسادی، الان هم را بیو فریم تا بابات نیمده دوباره شهر بپا کنه ها. فردا میام بهشون سر میزنیم. بیا زیاد ولی تحویل محویلش نگیرین ها. برید. هیچ معلوم هست شما اینجا چه کار میکنین؟ حالا اون تو چه خبر هست؟ بالاخره صدق بازی صمد کار دستش داد نه؟ بابا من رفتم خونه دیدم نیستی، نگران شدم، یادداشتو خوندم، گفتم یه سر بیام اینجا یه موقع اتفاقی نیفتاده باشه، یه موقع کاری داشته باشین کارتون انجام بدم. چرا ناراحتی؟ تو چرا اینجوری نگاه میکنی؟ بابا شما فکر میکنی من دلم برای این سمد بیچاره و زن بچهش نمیسوزه؟ چرا میسوزه؟ بیشتر از شما هم میسوزه. منتها سمد هر بلایی که سرش بیاد به خاطر ندامت کاریشه. قربونتون برم، سمد قپی اومده، باید چوبش هم بخوره. بس سلام. باسته سیروس، اینقدر فیلم بازی در نیار، حنات دیگه رنگ نداره. کدوم حنا؟ کدوم رنگ؟ کدوم شی؟ کدوم شی؟ قربونت برم، شما در مورد من چه فکری میکنی؟ بابا من احساس دارم، من انسانم، من آدمم. تو اگه آدم بودی که نصف شبی داده بیداد را نمینداختی مردم را زابرا کنی. صدا تو بیار پای مرد نه حسابی. تو هم دیگه حال نده نصف شب مردم خوابی. سیروس خجالت بکش دیگه، فقط بلدی آبروی آدم رو ببری. دایی جون، تو فکر میکنی که من الان نمیدونم این صمد بیچاره در چه وضعیه؟ واقعا میدونی در چه وضعیه؟ خب بابا اینقدر این دست اون دست نکن، کلید بده با صمد بنده خدا بره تو اون خونه میشینه تا پولش جور شه. بابا من از خدا میخوام، به جون خودت که میخوام جون خودت نباشه. بابا جون من کلید پیش پای شما دادم به یکی دیگه. کی؟ به معمار. چرا؟
به خاطر همون ماجره اون شب، به خاطر گندی که پسرت زده، دادم که سر صدا بخوابه، ماجرا تموم بشه، از من فردام قرار اونجا رو بکوبه و سلام. داداش برای چی وایسادیم؟ بریم دیگه. بریم. کجا هما؟ بابا وایسیم با هم بریم. کجا داریم میریم؟ بدبخت شدم.